همیشه گیاهان شاخه بریده مخصوصا گل روز نماد عشق بود و برای ولنتاین کنار خرس و شکلات هدیه داده می شده اما امسال بیاین یه کار متفاوت انجام بدیم به جای گل های شاخه بریده که عمر کوتاهی دارن از گیاهان آپارتمانی گلدار و اونایی که برگاشون شکل قلبه استفاده بکنیم که بیشتر موندگارن و در دراز مدت با رشد کردن خودشون یادآور عشق و محبت شما میشن حالا اگه موافقین این ویدیو رو تا آخر تماشا بکنید که میخوایم چند تا از این گیاهان مناسب ولنتاین و هدیه دادن رو بهتون معرفی کنیم. شماره یک لیست لوکس ترین گل آپارتمانی یعنی گل ارکید است خیلی این گل زیباست چشم هر بیننده ای رو جذب میکنه امکان نداره کسی خوشش نیاد گل های این گیاه یک تا سه ماه موندگارن و بعد از اون که ریختن دور نریزینشا نگهش دارین دو تا سه ماه بعد از استراحتش مجدد بهتون گل میده یه نکته که در مورد این گل وجود داره اینه که موقع فروش برای هدیه میزارنش توی گلدونه فلزی یا سرامیکی که خوشگل تر بشه ولی شما بعد از اینکه هدیه دادین به اون شخص بگین که باید توی همون گلدون پلاستیکی شفاف نگهداریش بکنه و از اون گلدون تزئینی درش بیاره چون ریشه های ارکیده هم نیاز به نور دارن شماره دو هویاکری از خانواده متنوع خاص هویا هست فوق العاده این گیاه زیباست و به خاطر برگ قلبی شکلش توی ولنتاین بازار خیلی داغی داره ولی یه که باید در موردش بدونین اینه که اون تک که فقط یه برگ بهشون متصله هیچ وقت جوونه نمیزنن ریشه میزنن ولی جوونه نمیزنن یا حداقل احتمالش خیلی 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 کمه پس اگر میخواین هویاکری هدیه بدین برید دنبال سایزه خورد بزرگتر یا حداقل مطمئن بشین اون تکبرگی که دارن بهتون میفروشن ساقه بهش متصل هست یه نکته دیگه هم که در مورد این گل وجود داره اینه که نگهداریش نسبت به یه سری گیاهان سختره و باید در نظر بگیرین اگر طرف مقابلتون تجربه کافی در نگهداری گیاهان داره هویاکری بهش هدیه بدین شماره سه بنفشه آفریقاییه که بهش عروس آپارتمانی هم میگن یک گیاه زیبا خاص و جمع و جوره که تمام طول سال تقریبا گل داره به راحتی میتونید شما توی باکس کنار بادکنک و شکلات قرارش بدین یه نکته ای هم که هست اینه که بنفشه گل آپارتمانیه و باید داخل خونه نگهداری بشه پس از شمال تا جنوب همه میتونن توی خونه پرورشش بدن تازه زیر نور مصنوعی هم به خوبی رشد میکنه و گل میده همه اینا باعث شدش که ما این گیاه رو توی لیست گیاهان مناسب هدیه دادن قرارش بدیم شما شماره چهار بنت قنسول که بیشتر برای یلدا و کریسمس توی بازار موجود میشه ولی چون توی زمستون و نزدیک ولنتاین و رنگ قرمز و صورتی داره میشه برای این مناسبت هم تهیهش کرد این نکته خیلی جذابی که در موردش وجود داره اینه که اون رنگ صورتی و قرمز روش برکاش هستن که به مرور به این رنگ تبدیل شدن در واقع گل نیستن و اینم در نظر داشته باشین که نگهداریش یه خورده سخته و اگر طرف مقابل شما توی نگهداری گل گیاه تازه کاره از این گزینه رد بشین و یه گل دیگه از این لیست انتخاب بکنین شماره پنج سروپژیا قلب زاویه دار یا زنجیر قلب ها اصلا اسمش میگه که من مناسب اینم شما به کسی هدیه بدین. فوق زیبا خاص و دلبره اصلا به روی کارت تبریک میتونین بنویسین که برگ قلبی این گیاه عشقمو بهت یادآوری میکنه و فت شکنندگی قلبمو امیدوارم از حسی که بهت دارم مثل این گیاه خوب مراقبت کنی دوستت دارم خب بس دیگه احساساتی نشیم اگر دوست داشتین بعد از اینکه این, این هدیه رو بهشون دادین پست مربوط به نگهداری این گیاه که توی پیج و کانالمون هست رو براشون بفرستین که سالهای سال یه سروپجیای خوشگل داشته باشن شماره 6 سیکلامن یک گیاه سرمادوست که گلهای زیبای صورتی قرمز و سفید توی فصل زمستون میده و این گلها رو حتی زیر برف هم حفظ میکنه فقط جنوبی های عزیز سمتش نرن چون باید توی یخچال نگهداریش بکنن بیشتر مناسب مناطق سردسیر مثل شهرهای تبریز هستش شماره هفت اسکاندنس یک گیاه برگ و رونده که گونه های متفاوتی داره گونه میکان، سبز، ابلغ و نئون. گونه میکانز و سبزی خورده سریعتر رشد میکنن پس اگر فرد صبوری هست طرف مقابلتون گونه نئون و ابلغش هم میتونه انتخابتون باشه نور زیاد و فیلتر شده میخواد و اگر به مقابلش آب نرسه برگاش لولو و مچاله میشه شماره هشت بگونیا یه گیاه منحصر به فرد دیگه است که علاوه بر فرم خاص برکاش گلهای رنگارنگ قرمز، سفید، زرد، صورتی و نارنجی میده که تقریبا تمام طول سال روی گیاه هستن. یکی از گونه های بگونیا بال فرشته است که به خاطر فرم برکاش این نام رو گرفته و هدیه دادنش میتونه یادآور پاکی حس شما باشه شماره نه آنتریوم که فکر میکنم دیگه همتون تون دیدینش خیلی زیاد به عنوان گل شاخه بریده توی دسته گل و باکسای هدیه استفاده میشه ولی چه بهتره که با گلدون هدیهش بدیم که بیشتر از های زیباش لذت ببرن رنگ بندی جذابی هم داره قرمز سفید بنفش صورتی سرخابی و لیمویی فقط یه نکته که در موردش هست اینه که رطوبت بالایی میخواد و بیشتر مناسب شمالی است اما اگه بتونین رطوبتش را تامین کنین میتونه برای شما هم گزینه انتخاب باشه و شماره ده گازمانیا یک گیاه متفاوت از بقیه که شکل و ظاهر خاصی داره گلش وقتی که هنوز باز نشده یه خورده شبیه آناناس میمونه رنگبندی خوبی هم داره زرد قرمز نارنجی فقط قیمت نسبتا بالایی داره پس اگر دست به جیب هستین برین سمتش امیدواریم که هر روز براتون عاشقانه بگذره خیلی دوستتون داریم لایک ویدیو یادتون نره که باعث دلگرمیه این ویدیو رو بفرستید برای دوستاتون که هنوز نمیدونن کادو چی بخرن و توی کامنت ها بهمون به بگین که از کدوم گل این لیست خوشتون اومده